تو این دوره ما اول در مورد یک سری مباحث پایه‌ای صحبت می‌کنیم. ساختار پروژه رو بیشتر توضیح میدیم، در مورد تکنیک‌های نمایش اطلاعات صحبت می‌کنیم و یه مقدارم در مورد اکشنایی که می‌تونیم توی المنت‌هامون بذاریم و اون ساختار برنامه‌مون رو ریاکتیو‌تر کنیم. بعد از اون در مورد معماری انگولار صحبت می‌کنیم، اینکه ماژولا و کامپوننت ها دقیقا چی هن و در مورد لایف سایکل اینا یه مقداری توضیح میدیم. در نهایت هم در مورد سرویس ها و دیپندنسی اینجکشن صحبت میکنیم. سرویس ها یکی از مهمترین بخش ها تو انگیولار هن و در حقیقت اگه نباشن ما اصلا نمیتونیم خیلی استیت های مختلف رو توی پروژه همون داشته باشیم و اکثر کارها رو اصلا نمیتونیم انجام بدیم. بعد از این بحث وارد بحث روتین میشیم، اینکه اصلا توی یک برنامه تک صفحه‌ای چرا روتین نیازه و در ادامه هم در مورد گاردها صحبت میکنیم، اینکه به چه درد میخورن و فرضاً برای اینکه یه سری صفحات لاگین لاگ اوت بسازیم چطور میتونیم از این گاردها برای مشخص کردن سطح دسترسی‌های مختلف استفاده کنیم. بعد از بحث روتینگ وارد بحث آریکس جی اس میشیم که خیلی توی اون سرویس ها به دردمون میخوره. در مورد ابزروبل ها توضیح میدیم. بعد از اون میریم سراغ یه سری مباحث تکمیلی مثل ایونت ایمیتر ها، مثل دایرکتیو ها، مثل دیتا بایندینگ که یه نمونه شو توی قسمت قبل سر اون جریان انجی مدل ها دیدیم. اینجا یه مقدار بیشتر در موردشون صحبت میکنیم و انواع مختلفش رو توضیح میدیم، دیتا بایندینگ های یک سمته یا دو طرفه و موارد مختلف. در مورد پایپ ها صحبت میکنیم، اینکه چطوری بتونیم یک خروجی رو به شکل های مختلفی نمایش بدیم و در انتها هم در مورد فکتوری ها یه مقدار توضیح میدیم. بعد از این مباحث میریم وارد قضیه کنترل فرما میشیم، اینکه چطوری میتونیم امکانات مختلف رو به فرم هامون اضافه کنیم، مثلا ارورای مختلف رو نشون بدیم، فرم هامون رو بتونیم ولیدیت بکنیم و یه سری جریانات دیگه. بعد بحث کنترل فرم میریم سراغ HTTP ماژول. HTTP ماژول به ما این کمک رو میکنه که بتونیم به یک سرور یه سری درخواست بدیم و حالا این وسط هم یه سری جوابایی رو دریافت کنیم. اونجا توضیح میدیم که اصلا چرا به چنین چیزی نیازه و حالا اگه قرار شد ازش استفاده بکنیم به چه نحوی میتونیم از این ماژول کمک بگیریم. بعد از این هم یه مقداری وارد بحثای مربوط به تستینگ میشیم، اینکه اصلا تستینگ به چه درد میخوره، ما چرا باید نرم افزارمون تست داشته باشه و حالا بعدش در مورد نوشتن تست توی انگولار توضیح میدیم. در کنار تمام این موارد ما یه بحث جذابی هم داریم به اسم پروژه. یه پروژه نسبتاً واقعی در کنار تک تک چیزهایی که ما تو انگولار یاد میگیریم جلو میره و حالا هر بخشی که یاد گرفتیم میام این پروژه‌مون رو بهترش میکنیم، یعنی اون تعریف پروژه اولیه که داشتیم و هی ارتقا میدیم، هی فیچرهای جدید به پروژه‌مون اضافه میکنیم و در نهایت به یک نرم افزار قابل دیپلوی و قابل استفاده میرسیم. این بحث پروژه خیلی مهمه و باید جدی گرفته بشه. امیدوارم هر قسمتی رو که ما تکمیل میکنیم شما سراغ پروژه هم برین و تغییرهای مختلفی که نیاز هست و حالا تو طول دوران بهشون گفته میشه که دقیقا چه تغییرهایی باید انجام بدیم، این تغییرها رو توسط شما شاهد باشیم.